در سال 2008 میلادی یعنی سه سال پس از آغاز دوباره روابط حسنه میان مسکو و متحد سابقش کوبا کشتی جنگی روسی المیرال چابانیانکا وارد بندر هاوانا شد این اولین کشتی جنگی روسی بود که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی وارد آبهای کوبا میشد این کشور وفادارترین متحد روسیه از زمان جنگ سر تا کنون است در سال 1962 میلادی این جزیره مرکز بازی استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود و طی 13 روز جهان در آستانه سومین جنگ جهانی و یک فاجعه هسته‌ای قرار گرفت برای سالها کوبا مشمول تحریم‌های آمریکا بود و به لطف کمک‌های شوروی قادر به اداره امور داخلی خود بود در این دوران مبادلات تجاری بین دو کشور در بهترین حالت به 9 میلیارد دلار رسید اما این ارتباطات تجاری با سقوط شوروی ناگهان متوقف شد به قدرت سیدن گرباچوف و سپس فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کوبا گذاشت و تولید ناخالص داخلی این کشور را به میزان سی درصد کاهش داد اکنون روسیه دوباره آماده است تا نقش اقتصادی قوی در قبال کوبا ایفا کند این کشور 90 درصد از بدهی های کوبا را بخشیده که رقمی معادل 23 میلیارد و 300 میلیون یورو است. 10 درصد باقی مانده مبلغ بدهی را نیز دولت کوبا باید در طرحهای اقتصادی مشترک با روسیه سرمایه گذاری کند. ایجاد بندر در آبهای عمیق ماریل یکی از پروژه های روسیه در کوباست. در این منطقه کوبایی ها مهمترین زیر کشور را برای حمل و نقل کشی های عظیم و جوسه و ایجاد یک منطقه آزاد ساختند تا امکان جذب سرمایه خارجی فراهم شود. برزیل در اجرای این پروژه شرکت دارد. روسیه اکنون دومین شریک تجاری کوباست. این کشور همچنین توافق نامی را امضا کرده تا کشیهای جنگی روسی بتوانند در بندر هاوانا لنگر بیاندازند یا تعمیر و نگهداری شوند روسیه به دنبال آن است تا توافق نامی مشابه نیز با ونزوئلا و نیکاراگوئه به امضا برساند